تو عروسی تقسیم کنن آخه مردم ترکیدم آقا جان نمیدونم نوشه جان که بچه برزخ بشن نوشه جان که دیگه جان ندارم بیا با خودت بخور باش دیگه یا دو تا او هویش خوردم آقا نوش جونه چی نوش جونه آقا ببرید بهمونا منو ببر درمانگا آقا برجان ایگو برجان بفرما آقا برجان یک مقدار شکرش کم است یک دو پیمانه اضافه کن آقا تو چیکار هر کی کار خودش انجام بده دیگه هر کی کار خودش ببینم آقا مصطفی چند تا بطری بود این کوچیکاشو حاجی جان تقریبا هیچی من این همه حویج دارم پوست میکنم میگه هیچی خب مگه نمیبینی ما عملا از تولید به مصرف ما هر چی میگیریم این دوستان دارن میبلن آقا ما که آب حویج شدیم قربون شه برو سر پست ما نخواستی تو منو به من درمان ای بابا آقا برجان ما میرم ولی با شکرش خیلی بیشتر بفرما خدا نگهدار گوشتم ما رو آقا میبینی تمام دستکشای من نارنجی شده خوبه که دستکش دستت اگه نه الان پوست نارنجی شده بودی نازک نارنجی شده بودی البته میدونی که آقا ما از اون زمانی که از توی ندامتگاه اومدیم بیرون دائم به خاطر کرونا دستکش دستمون بود خونه هم که میریم ننه گوه میگه زود باش برو سراغ ظرفا یه دستکش سیستراک تا اینجا میپوشیم میفتیم به جون ظرفا آقا حالا بهشون کی نشد ریا نشد آقا چند وقتیه اصلا احساس میکنم من پزشکم مثل اونایی که از اتاق عمل میان بیرون به همراه بیمارا میگن ما تمام تلاش خودمونو کردیم متاسفانه زنده نمون جالب بود بله آجا چشام هم نارنجی شده آجی حالا آجی باز خوبه چشاش نارنجی بشه پوستش نارنجی بشه آقا جدیدا اومده این دکتره هست چینیه کلن سیاه‌پوست شده جدی میگی؟ مگه عکسش ندیدی قبل و بعد کرونا عکسش زیاد پخش شد اینو به خاطر عوارض کرونا کلا سیاه‌پوست شدن آجی یعنی شوخی بود یا جدی بود جدی دارم میگم آجی این آجی به خاطر این عفونت های کبدی و با هورموناشون تغییرات ایجاد میشه کلا سیاه‌پوست میشن همش ما سیاه‌پوست نشیم آجی خب حالا شدی هم که شدی این همه آدم میرن کلی پول خرج میکنن برای سولاریوم و این چیزا حالا تو مفت مجانی میخوای سولاریوم بشی دیگه بابا حاج آقا رو داشتید خوب توی این امور واردی حاج آقا خود نیست که میگن دکتر تاها که بابا حاج آقا به خاطر سیاه‌پوست شدن نمیگم که چهار سوای دیگه میخوایم تو خیابون رد بشیم تمام مردم ما رو انگشت نما میکنن میگم ببین این همون کروناییه دیگه بدون غربالگری قشنگ تابلوی میگه زشت حاج آقا ایش مهم نیست حالا چهار روز دیگه من کرونا آدم کچل میکنه او دیگه کور میکنه او دیگه کر میکنه یه جایی تو بدن قایم شده بالاخره تا نکوشت ولد میکنه خاطر همین هم میگن که خدا ما رو از گناهانی که به عقل ما نمیرسه حفظ کن دقیقا گناه های جدید اثرات وضعی و بلاهای جدید میاره مثل کرونا یا مبدل سنوات چی؟ جاد ما باش میکنم این حسنات یوز هبن سیاد سیاد چیاد میگیره؟ حسنات چیاد نمیگیره؟ آقا ما داریم کل محله رو آب هویج میدیم یا فقط قرار عقد و پوشش بدیم؟ خیلیه حالا که توصیه شده آب هویج خوبه خب واجبه که بدیم یعنی تمام بیمارا و عوامل باید روزی دو لیوان آب هویج بخورن آره دیگه حالا که برای اخوانان هست اتفاقا شیرینی اخوانان بیشتر میشه مبارکه مبارکه سلام کردم سلام من نشیدم مرض سلام کردن داری هی میری میای این یو یو سلام بیژن خود سلام سلامتی میاره دیگه حالا میخواستی بیاریم چیو بیاریم؟ بابا آب هویج دیگه بیاریم آره کی بیاره آقا؟ خب ما بیاریم دیگه من که من خدا کنه که جون حق توفیق داشته باشم جون حق توفیق هم داری سب کن حالا بابا بعد یه چیزی آقا زحق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنانی الان اینا وایسادن اشکال نداره بابا از اون موقعی که تیکشین شدی سوادتم بالا رفت ماشاءالله میگم میخوایم بیاریم فقط
خصوصی رو بابا گفته که یه سر بهش بزنیم باهاتون کار داره. خب اشکالی نداره، تو کمک کن اینا رو با هم ببریم به بابا هم سر میزنیم. یا علی آها کمک کن یهو رها نکنی. نه بریم چه ظرفای قشنگه اینا، چون عقل کنونه ریختین تو اینا یا از بعد میزین تو همینا. نه خیر چون عقل کنونه بله مبارک میشه. تو چه عزیزم برات برقی نمیکنه. ای 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 بابا بیشن آجا باز زور بازوش به صلوات بفرستیم فضا مال اون شکراس که میخوری. آره بریم بابا کافر همه رو بکیشه بابا. صداشو برم من برو صداشم بیا یه بار دیگه چقدر جای هانا خالیه، چه قولایی داده بود که با سقدم چیکارا میکنه. روح شاد باشه، قطعا الان این حضور داره تو این جمع. من که خیلی اعتقاد دارم. خیلی ممنون واقعا. ما بگم لحظه سنگ تموم بذاریم برای تو. مبارکت باشه زیبا. مرسی عزیزم. بچه واقعا ممنون بریم. شاد باشد به حق شاه نجف. هر کس شوق دارد یک دقیقه کف عروس خانم تماس برقرار شد؟ بله حاج آقا دارم تماس میگیرم، آنتن نمیده مثل اینکه. آقا دکتر اجازه میدیم موقتا این ماسکو در بیارم؟ خیلی ضروریه. والا خواهش میکنم، والا به شرط که زیاد طول نکش. با اجازه آقا دکتر ماسکو در آوردم عرض میکنم. خیلی خب حالا که تماس برقرار نشده فکر میکنم یه حکمتی درش باشه که از این فرصت استفاده کنم دو سه تا مطلب و خدمتون بگم. میدونید که عروس خانم دختر گلم توی شرایط کرونا موارد ضمن العقد تغییر کرده ها. اون چیز چیزایی که نوشتید به من دادید که بخونم اونا کاملا بلا استفاده هستش. والا حاج آقا اونا دیگه توافق خانواده ها بوده. بله بله حالا ماسک نمیخواد بذاری، کارت از اینا گذشته، تستت هم که مثبت شده. ماسک تو درار، قشنگ صحبت کن. به به خب خیلی انشاءالله شما هم ماسکو درآوردید. اما دخترم ما دیگه بعد از این قصه کرونا شرایط عقد رو اینجوری دیگه میخونیم، میگیم عروس خانم آیا وکیلم شما رو با 5 عدد ماسک M95 و 1 دبه 20 لیتری اتانول پر و 20 عدد کیت تشخیص کرونا شما رو به عقد فلانی در بیارن، شما دیگه میگید بایزه بزرگ خرابه. خیلی خرابشم تو این حالتش، دست از این حرفای بیمزهش بر نمیده. بیمزه بوده نخندیدی؟ وای وای با حال گو بامزه باشه. دخترم تا تماس تصویری نگرفتی بذار یه راهکار خوب الان به عقلم رسید خدمت عرض کنم. بفرمایید آقا. هر وقت دیدی که از شوهر زله شدی، اذیتت میکنه، به حرفت نی، آروم باش یه نفسی بکش، یه زنگ به 190 بزن
کاری نداره، میانور میدارن میبرنش، دو هفته قرنطینه نفس راحت. حاجی آقا در این راهکار نشونشون میدی؟ مبارک دخترم. ممنون مادر جان. مادر جون بذار حالم خوب شه، میام خونتون برات جبران میکنم، این همه اینجا زحمت منو کشیدی. خیلی ممنون، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. خب حاج آقا نمی‌خوایم برای این دوتا کبوتر عاشق خطبه عقد رو بخونیم؟ بله چشم خواهم دکتر، ولی می‌خوام یه فرصتی بدم اون بنده خدای پشت خط شده یه خورده از این دوران تجردش بیشتر استفاده کنه. آخه دور از جان شما میشنویم دکتر حتما خودتونم گرفتار هستین دیگه. خانوما قول میزنن میگن ما برای این همه زندگی مشترک آمادگی نداشتیم و گفتن شوهر صبح میره سر کار شب برمیگرده. آخه این چه وضع زندگی مشترک؟ عروس خانم تماس برقرار نشد؟ بله حاج آقا تماس گرفتن، بعد من دیدم شما صحبت میکنین دیگه چیزی نگفتم. ای بابا اقلن یه تذکری به ما میدادین آبرومون جلو آقا دوماد نره. آقا دوماد اگه صدای ما داری ارادت بله. عروس خانم شما که خریده عقد تشریف نبردین. حاج آقا چجوری بره خریده؟ قربون شکل کرونایید برم، این روزا انقدر گرونی بیداد میکنه فقط میتونه بره تو بازار کرونا بگیره. اونم جوش خودشو میزنه برادر من. بسیار خوب میریم سر اصل مطلب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانک هو الابتر. جناب آقای امیر شهبازی، آیا به بنده وکالت میدهید که بانو مهشید زاران را با مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک دست آینه و شمعدان و یک شاخ نبات و به تعداد 14 سکه بهار آزادی و شرایط ضمن العقد و موارد به توافق رسیده با طرفین اجرا و منعقد کنند؟ بابا اجازه میدی شما؟ انشالله که خوشبخت باشی. سلامت باشی. بابا با اجازه شما. خوشبخت باشی. سلامت باشی. حاج آقا بفرمایید. به به. به میمنت و مبارکی سرکار خانم دوشیزه محترمه مکرمه خانم مهشید زاران، آیا به بنده وکالت میدهید که به صداق یک جلد کلام الله مجید و یک دست آینه و شمعدان و یک شاخ نبات و مهر معین به همراه 14 سکه بهار آزادی رایج و موارد ذکر شده و توافق شده با طرفین شما رو به عقد دائم ایشان در بیاورم؟ عروس رفت گل بچینه. بسیار خوب، عروس اگر گلشو چیده یک بار دیگه عرض میکنم وکیلم. عروس رفته گلاب بیاره. عروس خانوم اگر گلشم چیده گلابشم گرفته وکیلم. با اجازه پدر مادرم و بقیه بزرگترها. بله مبارک محترمه خود خانوم مهشید زاران را به اسم پدر گرامیشان با موسیقی معین و مورد توافق طرفین به عقد دائم آقای امیر شهبازی در میآورم انشاءالله. جنس عالی مرغوبی ما پشت غم رو زمین میکوبیم ما هم زرنگی و هم ساده ایم ما واسه خنده آماده ایم ما حتی وقتی تو هچل افتاده ایم ما هر جا باشیم هم عشق راهه میدونیم که دنیا کوتاهه خندمون همیشه هست رو چهره دور هم خوشیم و اره کره هر چیشه میگیم ایشالله خیره دور هم خوشیم و اره کره با
خوشحال ترین ملتیم ما، راستیم و چپیم و وسطیم ما، اینجوری راحتیم ما. از اول از اون قدیما با مرام و معرفتیم ما، رندیم و با صفتیم ما. اینه که خندمون همیشه هست رو چهره، دوره هم خوشیم و هره کره، هرچیشه میگیم ایشالله خیره، دوره هم خوشیم و هره کره. چه مؤمن و چه مسیم، همه گی انگشتای یه دستیم، همه گی طبیب توقی، اگه بشه بالا خواه هم هستیم، همه گی سر به زنگا که بشه همه پشت هم وای میسیم، همه گی بابا چه با حالی ما، والا آره نمره یه بیسیم، همه گی بابا چقدر خوبیم ما. اینه که خندمون همیشه هست رو چهره، دور هم خوشیم و هره کره، هرچیشه میگیم ایشالله خیره، دور هم خوشیم و هره کره. دوستان عزیز، مرسی از همراهیتون. همگی برید سر کارتون، ما هم بریم به مریضا رسیدگی کنیم. بابا فرماز اینجا یه سر و سامون چش ایشالله عروسی خودتون مبارکتون باشه. خودتون خود از همتون ممنونم، خیلی ممنون. چقدر شکلات بابا جان، مرسی. بابا عمل برو کنار، برده برو کنار، نمیدونم جارو میکنم. کم میزنی تو باز چی؟ ها؟ چجوری اومدی تو؟ آقا زندان که نیستش، نشکش این بیمارستان هم دیگه، میتونم بیام هر جایی که دلم بخواد. خب آقا چرا تلفن تو جوانی میدی؟ نمیدونی عقل کنون بودیم، بیا چشم کن بابا جان، عقل گوشیم خاموش شده، چته؟ گوشیم خاموش شده، خب نزنم به شاد. چه مرگته؟ چرا جنجال میکنی؟ آقا بدبخت شدم رفت. خدا رو شکر. آقا میگه بدبخت شدم رفت، میگه خدا رو شکر. آخ آخ چی شده؟ چی شده؟ آقا پسرهای لندهوری این رو بگه. اوه اتنام خود نگهد رو، این برای اشرف درخت و اشیا و این چیزا استفاده میشه. اتنام باور نگهد. درخت از این بهتر بچه‌ش تره که پول تقلبی دادن به شهرام. کلاکر رو دادن خونه آقا، پدر مادر میخوام بندازن بیرون. یعنی چی آقا؟ برای چی؟ چجوری این کارو کردن؟ آقا فقط ببین بیژن کار داره، اگه میتی چیزی خواستم برن تو ببرن. خب حالا میتی مثلا گیر نده به من دیگه، ببین کلیدی بگیر دست در نکنن. بفرمایید جان، کسی چیزی نمیگه. سلام آجی جان. علیکم سلام. بروز اینجا بودی؟ عزت بله. بیرون وامی شدی، من میدادم بچه ها برای چیزی نمی آوردن دیگه. من یه لحظه فرابرد کار داشتم، یه کار کوچیک داشتم دیگه، گفتم زحمت کم کنم دیگه، قند دارم نمیتونم بخورم حاجی. حالا یه شکلات نه مرسی، با عزت خیلی کوچیک. مرسی به کسی چیزی نگی. نه نه خیالتون، ای بابا خدافظ خدافظ. چی شده بود؟ هیچی، طلب کاراش دارن خانواده‌اش از خونه‌شون بیرون میکنن. آه این همون چیزی بود که گفت به کسی نگو؟ آره شما کسی نیستی. غریبا من کسی نیستم؟ نه منظورم این که شما کسی غریبه نیستی، کسی خودمونی. آها خب یعنی آدم کسی غریبه باشه باید نگه. آره دیگه. آفرین میدی حاجی تاها چونم؟ این بدهی چقدر بابا؟ من واقعا نمیدونم بابا. یعنی همون کسی که گفت به کسی نگو، خب این به کسی، این که همون کسی رو همون نمیدونم، فقط میدونم خیلی بده کاره. خب ببین چقدره. چشم یعنی شما میخوای بده کاره چه بدی؟ خانم موردی یه اپینفرین بیاریم. چی شده دکتر؟ حالشون خوب نیست. من صد بار خدمت ایشون و همه گفتم که نذارین ایشون زیاد حرف بزنن، بدنشون تحلیل میره، نصف ریهشون کار نمیکنه. حالا اینجا رو خلوت کنیم بچه هم بگیم متفرق بشن. خب من میتونم بمونم اینجا پیشه؟ نه آقا بفهم میخواهش میکنم، شلوغه یه دو ساعت ما رو تنها بذاریم. نه دیگه آقا منم باید برم بیرون. همه بفهمه، همه خواهش بفهمه. بریم بیرون، همه بفهمه. همه بفهمه. جان
تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ازشون تشکر کنم. با این حالشون اومدی تشکر کنی؟ دختر خوب، اولا که تو تازه عروسی، دوما خودت هم اصلا حالت خوب نیست. برو تو اتاق خودتو قرنطینه بکن، بگم دکتر بیاد ببینتت. برو. تو واقعا باورت شده اینجا تالار عروسیه؟ سر کاری ما؟ نه، اینجا تالار عروسیه. اما ببین تو هم حالت خوب نیست. برو تو اتاق خودتو قرنطینه کن، برو میای پیشه. میخوان خودمون رو همه مسائلمون رو بندازم بیرون. آبجی داد نزن درستش بکنم. به 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 آقای دکتر سنایی، حال شما خوبین دکتر؟ انگار موتو آتیش دادم، مثل جن ظاهر شدی. بهت نگفت بودم فردا میام. آقای دکتر شما فرمودین که آخر هفته تشریف میارین که واسه وقتی بود که خر فرزم نکردی. آقا بلا نسبت ترابر قلابی برداشتی آوردی. الان خواهرت بگو بری کنار بچه ها کارشونو بکنن. آقای دکتر خواهشن دستم به دامنتون. آقا ما آبرو داریم آقای دکتر، نذارین ما. نذارم چی؟ این وکالت باباته. بله ببینش. بله دیدمش. اگه بخوای کاری بکنی خونه رو که ازت میگیرم هیچی، ضرر زیان هم ازت میگیرم. آقا من فهمیدی؟ امروز بابا کی وکالتی خونه رو فروخته به این نامرد؟ آبجی داد نزن من درستش میکنم. نکنه کار شهرام گور به گوریه. آبجی جان شما برو تو در رو ببند، من حلش میکنم. برو تو در رو نیبند. نبند آقای دکتر میفرمایید نبند. آقای دکتر حداقل اون حرفی که فرمودین آخر هفته خواهشن. آقای دکتر اصلا من یه چیز خدمتتون عرض کنم، اصلا خوبی نداره که شما اینجا تشریف داشته باشین. آقای دکتر بفرمایید داخل یک چایی یه شیرینی، اصلا نظارت داشته باشین به این بسته بندی. خواهشن بفرمایید. یا الله چش یا الله. آقای دکتر تشریف بردن تو، بفرمایید تو خود صحبت کن. بفرمایید خواهشم بفرمایید یادم نمی یا خونه رو فروخته باشم. اینا چی میگه اینجا؟ آقا جان شما چی رو یادت که الان این یادت باشه؟ بلند شو آقای دکتر بشین اینجا، اینم شما اونجا بشین. بفرمایید آقای دکتر بفرمایید جای اینم. بفرمایید آقای دکتر بفرمایید دست بکشون. چشم بفرمایید جای اینم بشین. بفرمایید آبجی چرا واسه که بر رو بر منو نگاه میکنی؟ باشه یه شربت شیرینی واسه آقای دکتر رو هم مالاش بردار بیار. حتما رو صرف بزن کچل. چشو داری من نگاه میکنی؟ تو نمیخوایی چی کاری بکنی؟ آبجی چی کار میتونم بکنم؟ چرا نمیذاری من زنگ بزنم به پلیس؟ خواهر من پلیس الان اگه بیاد میاد کمک اینا نه کمک ما. اینا لازم قانونی میتونه همه کار بکنن. بروز یعنی میخوایی شبا توی کوچه بخوابیم؟ به روز بچه ها دارن دق میکنن، مامان سوری ماتم گرفته زل زده به دیوار. آبجی جان آبجی جان فوقش میریم هتل بلش کن. بفرم واسه سلامتی تا آی تا حاجی آجی آقا سلام حاجی آقا خیلی خوش سلام آجی آقا اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ خیلی از آجی آقا بی تقصیر آدرس تو گرفته تو پروندت برداشت. آقا دست در نگه تنها کار مصبتی که کردی همین یک کار بوده. بگو ببینم چی شده اینا کیان؟ حاجی آقا اینو طلبکارم میبینی که مسائل برداشت بدبخ شدیم داره همه چیز بار میزنه میبرن. حاجی جان چی کار کنیم؟ جورو پلاسش رو بقیهش هم بیارین؟ همه رو جمع کنید بریم. خیلی خب شما دست به چی نزنید، من درستش میکنم با مذاکره همه اینو حل میکنم. چی میگه؟ هیچی آقای مذاکره یک به علاوه یک الان حلش میکنم. خب ببینم برادر رئیس اینا شمایید؟ خیر ایشون. ایشونه؟ خب با چرا من با تو حرف میزنم؟ نمیدونم شما اومدی سوال کردی منم جواب دادم. آها خب قیافه این کلات شبیه رئیسا بود. ببخشید آقا. مخلصی. سلام علیکم. علیکم. رئیس این رفیق ما بده کاری چقدر؟ خیلی زیاده. زیاد یعنی چقدر؟ 3 میلیارد تومان. 3 میلیارد تومان. خیلی خوب اشکالی نداره. نه چه اشکالی داره؟ حل. حل. به قبولت نمیخوره.
خبر درست صحبت کن بابا. پاشو پاشو با هم بریم بچه. خیاط ایشون بریم کجا دوست بری بریم کجا بریم بابا این اجازه بده اجازه. ایشون گفتش که پیاده شو با هم بریم ضرب المثل پیاده شو اشکال نداره اشکال نداره. ببین من الان اینا تقدیم میکنم این چک سفید امضا خوبه. نه 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 الان نه که اینا گذاشتم فردا شما تشریف میاری محضر رضایت نامه را میدی رضایت نامه به همراه وکالت در مقابل این چک خوبه رئیس. ببین اگه این دفعه سیاه‌بازی کنی این دفعه هم خونه رو میگیرم هم دست و پاتو خورد میکنم. جمع کن آقا جا حاج آقا آدرسو میفرستم رو گوشه این مفنگی نو حساب اونجا باشید. چش خوشتی بچه ها بیاد بریم مالم خودتی. برو آقا جا جمع کن برو آقا جا برو. ببین بشین کیدا نگر نداری تو خونه ترسیدم. بفرمایید بترس آقا بهروز. آقا بهروز شما یه یالا بگو ببخشید آقا شما یه یالا بگو اساسا رو ببریم داخل. حاجی شما آخه چرا چک از کجا آخه چک ما بابا تیمسار داده سفید داده حاجی گفته بده هیچ هر چی هست بنویسه حل کنه بره بابا تیمسار. آره ما هم جزء قراص به حساب آقا دم بابا تیمسار گرمه جان خدا. تیمسار بابای شما هست؟ نه سببی نه نسبی هم علکی علکی هم بکن حاجی ببین تا آخر عمرم نوکری خودت حاج آقا هروی اون رعو حاج آقا بی تحصیل لوله که بوله همه نوکر همه تون رو میکنه همه اینایی که گفتی با من همه رو بذار کنار نوکر و برایی باش که وسیله سازه چفت و بسته با هم جور میکنه. حالا یه یالا بگو از سازه رو ببنیم آنچه بایستانی چرا برای نگاه بکنیم برای شیرینی چیز رو بده کن ببنیم یالا یالا بابا او در توان تو نیست خواه اون کار دو سه نفره آجا من رو علش کن کمکش کن شما کمکش کن بابا کمکش کن آقا چیکار داری از او برن بیا بیا بلند شو بیا آقا نه داداش یه دقیقه وایس آقا جونت نمیرسه بلند از او بر بابا جان داداش وایس به من اعتماد نداری ندارم بلند شو بابا اینه برده ببر اینه برده ببر خب اون خوبه دیگه خب بریم دست شما درد نکنه بیا یه کمک بچه کمک بیا باش 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 الان وضعیتشون چطوره؟ خدا خیلی بهش رحم کرد بحث ثانیه ها بود والله دور جونش رفته بود. آخه امروز هم خیلی صحبت کردن خیلی انرژی صرف کردن واسه این مراسم همش هم سعی میکرده همه رو بخندونه بودی خودت که دیدی. آره اتفاقا اومدم بگم حاج آقا اگه بدونی با چند درصد ریت زنده ای اصلا جواب سلام کسی رو هم نمیدی که حرف بزنی انرژی مصرف کنی. باید جدی بهش بگم بترسونمش تا جدی بگیره. انشالله که هر چه زودتر به هوش بیان با حال خوب و سلامتی کامل از بیمارستان مرخص بشن. خیلی مرد نازنینی. آره واقعا خیفه. شما با من دیگه کاری نداری؟ نه دیگه شما برو من میمونم تا سچوریشنش تثبیت بشه بیام. باش بله مراقب باش. آخی عزیزم حاجی فکر میکنه من فقط تب خورم تب میگیرم. بابا اون تکیشه اون نشکیشه من فنی کارم یعنی رزیدنت اتاق عملم دیگه. خانم 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 تشریف بیاری بفرمایی. کجا تشریف میبری؟ میخوام برم داخل اشکالی داره؟ اشکال که نه ولی اگه برای تست کرونا اومدی اجازه بده همکارم بیاد همینجا قربالگری اولیه رو انجام بده اگه مشکلی نداشته باشی نیازی نیست تشریف ببرید. نیومدم برای تست اومدم ببینم اینجا آقایی به اسم فرامرز وسوخ داریم. فرامرز وسوخ همین اقری چیزه چطور؟ الان اینجا؟
الان که نه، البته همین دوروبرا تو تا عمل و اینا سیگه سری شلوغه، چون متخصص تیه چیزه، یعنی امور اتاق عمل کلا دست اینه. شما دوستشون هستی نره؟ من دوستشون هستم. شما چی کاری؟ من خواهرش. خواهره؟ بله. خواهرش که منم. شما؟ نه نه، منظورم اینه که خودش گفت همه کسیش منم، داداشش، خواهرش، باباش، مادرش. واقعا موندم. شما خواهرش واقعا؟ بله. میتونم بپرسم خواهر تنیش؟ بله. مگه گفته خواهر ناتنی هم داره؟ نه، خواهر ناتنی که نه، چون که گفت همه کسیش منم، یعنی همه کسیم فوت کردن زیر زلزله و اینا. فرامرز اینو گفته؟ بله، خودش گفت. پس بهت نه، خدا رو شکر ما همه خانوادمون سالمن، اصلا جایی نبودیم که زلزله اومده باشه. میتونم برم تو؟ نه اجازه بدید، مشخصاتی چیزی دارید که من بهم ثابت بشه؟ عکسی، سندی، قبض برقی؟ خودشه دیگه. این توپله؟ بله. عجب بولی بودی؟ بله، خیلی خودشه. ولی چرا به ما نگفت که خواهر و پدر و مادر و اینا رو داره؟ به ما گفت هیچ کسی رو ندارم. من واقعا تحت تکلفم بود. اون میخواید تو مطبی چیزی، یعنی تو اتاق انتظار تشریف داشته باشید، پیداش میشه اونجا منتظر. بله بله، اجازه بده من یه تبع اولیه بگیرم. میشه رخ بدید؟ این چیز رو پلاستیک نمیگیره تبا. تمومه؟ بله. بفهمید تو اتاق انتظار. بفهمید بله، بفهمید صندلی بشید. حاجی من سنگین بودم، سنگین اومدم، اما الان سبک سبکم. هیچ وقت این حالو نداشتم حاجی. به خود به نظر من شما آخر درمونگاه خودتون رو تأسیس میکنید. قابل توجه شما. شر درشم میزنین، ما اینجا فقط خنده درمانی میکنیم. بله. البته که حاج آقا ماشاءالله با این حالشون روحیشون خوب اینجا به همه. ای آقا چه ندبیش حاجه، با ما الان تو قرنطینه این در جریان هستیم، ما کرونا گرفتیم. بله بله در جریان هستم، اگر ممکنه حضوری با تا صحبت کنم. حرف مهمی هست. آدرس اینجا را کجا بده؟ آدرس اینجا را کجا بده؟ شما هایی بگو بده شو داداش، خود ما اوضاعمون خوب نیست و ما الان کروناییم، بیایی میگیری. بگو کوب حالا ما رو سیاه میکنیم. کش دفت کش آدم، اینقدر با کسو کار